باز هم در شیراز. تقریبا 4 سال بعد از انقلاب 22 بهایی و از جمله این 10 زن معلمان کودکان بهایی شهر در زندان به طناب دار آویخته شدند. به آنها گفته شده بود بین اسلام و اعدام یکی را انتخاب کنند. بعد از این اعدام ها حاکم شهر شیراز از بهایی ها خواست به قول او به دامن اسلام برگردند. به نظر من اگه توجه بین المللی به این مسئله نمی شده، بهائیان در حقیقت در خطر قتل عام می تونستن باشن در دهه 60. این رفتار بی سابقه نیست؟ بهائیان امروز هیچ حقی در قانون در ایران ندارن، حق اشتغال ندارن، بچه هاشون حق تحصیلات عالی هم ندارن. در حقیقت هیچ کشوری رو نمی تونیم در خاورمیانه پیدا کنیم که قابل مقایسه باشه با رفتار ایران. در هیچ کشوری از عربستان تا مصر گرفته و پاکستان حقوق شهروندیشون نقض نمیشه. میگه تو نجس هست. از زندانیان بهایی خواسته میشد که کتباً بنویسند که به اسلام رو آوردن تا آزاد شوند. ذبیح الله محرمی در زندان یزد هم با این مشکل روبرو بود. اینجا در یک ویدیوی خصوصی هنگام مرخصی 24 ساعته در خانه قبل از فوتش در زندان در شرایطی نه چندان روشن. چند مرتبه به من میگفتن که این نامه ما را زیرش امضا کن، صاف برو خونه. مستقیما از همینجا برو خونه دیگه. گفتم خدا شاهده همین الان من به این میله ها آویزون کنی نامه شما را امضا نمیکنم. اینجا جلسه ای از بهایی های واشنگتن، دعا برای آخرین گروه رهبری جامعه بهایی ها در ایران که امروز بیش از 2 سال است که در زندان هستند. به همان اتهام قدیمی که صدها بهایی پیش از آنها طی 31 سال گذشته به بند افتادند. اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت کشور. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که وکالت رهبران بهایی در بند را به عهده گرفته بود پرونده آنها را خوانده. اگر این پرونده به وسیله یک قاضی بی‌طرف در زمینه کیفرخواست، یعنی چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای آمریکا، چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای اسرائیل و اینها چه کار کردند که اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده، هیچ دلیلی نیست. ما در کارون خانم عبادی زیر هجوم حملات روزنامه‌های طرفدار دولت که او را بهایی معرفی کرده بودند از آیت الله حسین علی منتظری استفتا کرد، کسی که قبل از فوتش به نظر خیلی ها بالاترین مقام فقه شیعه در ایران بود. از ایشون سوال کردم آیا یک وکیل مسلمان حق دارد از یک بهایی که متهم است به جاسوسی و اقدام علیه امنیت دفاع بکند یا خیر؟ و ایشان صراحتا گفتند که می توانی دفاع بکنی و حتی تاکید کردند اگر علم داری که اینها بی گناه هستند وظیفت که دفاع بکنی. این رو به خط خودشون دارید شما؟ بله. قبل از فوتش اخیراً آیت الله منتظری فتوای دیگری هم داد که در آن بهایی ها را صاحب حق آب و گل دانست و دارای حقوق شهروندی. ایشون در سال 1187 در پی سوالات که از ایشون شد 2 پاسخ دادن. یک پاسخ اولیه بود، بعد تقاضای تشریح بیشتر شد، پاسخ ثانویه هم دادن. در پاسخ اولشون این بود که اینها از حق شهروندی برخوردارند اولا و میباید مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند ثانیا، و این یک فتح بابی بود در فقه شیعه که میتوان ایشون استنادشون به قرآن کریم بود، استنادشون به نهج البلاغه بود که بالاخره مردم دیگر یا همدین تو هستند یا هم نوع تو هستند و بنابراین بهایی ها هم نوع ما هستند و باید با اونها مانند دیگر انسان ها از آن حیث که انسانن با حقوق انسانی رفتار شود. اما این فتوا هم ظاهرا برای نمایندگان دولت ایران کافی نیست که همچنان بهایی ها را مستحق پایه‌ترین حقوق شهروندی هم نمی‌دانند.
اینجا جلسه ماه فوریه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. بهایی ها در تهران به این علت تحت تعقیبند که به فعالیت های فرقه‌ای مشغول هستند، فعالیت هایی که با حقوق اولیه مردم در تناقض قرار دارند. در همین حال در حیفا در مرکز جهانی بهایی ها روز تولد باب است. زائران بهایی امروز بر دور آرامگاه باب طواف میکنند در سکوت، نگران از آنچه که بر همکیشانشان در ایران میگذرد. دیگه پذیرفتیم همه اینا، ایران خونمونه. میدونیم که یه روز ایران خیلی خوب میشه، خوب میشه. اینا مقطعیه، مثل بارون که میگیره، وقتی بارون میگیره شدت بارون خیلی زیاده، حالا یکی چرت داره زیر چرت کمتر خیس میشه، یکی خیس میشه، یا بالاخره بارون به همه میخوره. الان مردم ایران همه دچار مشکلاته، تنها ما نیستیم، ولی ما فقط حرفمون اینه که اونا حداقل یه حقوقی دارن، یه حقی دارن. آنهایی هم که حقی داشتند اغلب سکوت کردند. تنها در سالهای اخیر است که صداهای بیشتری در حمایت از بهایی ها در ایران شنیده می شود. سال گذشته گروه بزرگی از روشنفکران ایرانی در نامه‌ای به جامعه بهایی از آنچه که در 160 سال گذشته بر آنها رفته ابراز شرمساری کردند. آنها می گویند ما عذرخواهی بزرگی به هموطنان بهایی من بدهکاریم.